این سایت روسی همه چیزو درباره سردار آزمون و درباره جلسات دادگاهی که دیروز و دو سه روز قبل تشکیل شده نوشته و همچنین درباره دوست دختر سردار آزمون و دختر بچه‌شون هم آلیا گفته بوده که شبیه سردار آزمونه، پس قطعاً پدرشه. که میکت گفته دخترای ما دوست دارن با کارگرای مهمان رابطه جنسی داشته باشن و بعد بچه‌هاشون بدون پدر بزرگ میشن. سلام بچه‌ها، چطورید؟ این داستان برمیگرده به دسامبر 2021، یعنی آذر ماه 1400 میشه که اولین حرف دوست دختر سردار آزمون رو گذاشتن و نوشتن که سردار بچه رو دیده، خیلی شبیه اوه، مطمئنم که اون پدر دخترمونه. و عکس دختر بچه شون هم منتشر کردن. آلیا توی مصاحبه با خبرنگار گفته که وقتی که سردار آزمون اومد و مهاجم زنیت شد، من باهاش در ارتباط شدم و با هم دیگه رابطه برقرار کردیم و حاصل این رابطه این دختر بچه است. من علیه سردار آزمون واسه احراز پدری و گرفتن نفقه شکایت کردم، چون که وقتی دخترمون متولد شد سردار آزمون زد زیرش و گفت که من پدر بچه نیستم. واسه همین اون موقع ازش شکایت کردم و وقتی که رفتم دادگاه خواستم با سردار آزمون این موضوع رو توافقی حلش کنیم، ولی خب در آخرین لحظات سردار آزمون گفته وقت ندارم و این صحبت ها میخواستم برم. وقت واسه آزمایش دی ان ای هم گرفته بودیم اما کار به جایی نرسید. واسه همین اون موقع، یعنی تو آذر ماه 1400، واسه اینکه نگران بودم که یهو مبادا سردار آزمون بره و نقل مکان کنه بره یه کشور دیگه، اومدم شکایت کردم. حالا این شکایتی که دوست دختر سابق آزمون سال قبل انجام داده بوده الان داره به ثمره میشینه و نتیجه دادگاه اومده. سه روز پیش وکیل آلیا با خبرنگار مصاحبه کرده و گفته که بعد از اینکه سردار آزمون رفته لورکوزن، کارهای ناتمامی توی روسیه داشته و کارهای دادگاهش اینجا مونده، اما سردار آزمون توی جلسات دادگاه حاضر نشده و معایناتی که وقت واسش گذاشته بودن که بره دی ان ای انجام بده و اینا نیومده، شرکت نکرده، به علت مشکلات مسافت و نمیدونم پرواز و اینا نمیتونم بیام، که اصلا پذیرفته نیست این چیزا. و وکیل آلیا از عواقب احتمالی که حالا ممکنه دامنگیر سردار آزمون بشه توی این پرونده گفته. خبرنگار بعدش این سوال از وکیل میکنه که آیا آزمون بعد از اینکه رفته به لورکوزن در ارتباط هست با آلیا؟ وکیلش جواب داد شخصا با آلیا در ارتباط نیست، اما خب با واسطه هایی هست که ارتباط میگیره با آلیا، در حال حاضر کمک مادی هم میکنه به آلیا اما نه در حد قانون. این سوال عجیب و هم خبرنگار از وکیل آلیا میپرسه و میگه که به دلیل ظاهر شدن بدهی نفقه میتونه واسه ورود به خاک روسیه با مشکل مواجه بشه؟ که جوابش معلومه، واسه ورود و اصلا مشکلی پیش نمیاد واسهش، ولی خب واسه خروج گفته که ممکنه مشکل پیش بیاد و ممنوع الخروج بشه. زیاد کامنت گذاشتن روسیا، دو تا از این کامنت ها نظر منو جلب کرده. که میکت گفته دخترای ما دوست دارن با کارگرای مهمان رابطه جنسی داشته باشن و بعد بچه‌هاشون بدون پدر بزرگ میشن. یه نفر دیگه هم نوشته چرا باید آزمون وارد روسیه بشه که تا ممنوع الخروج بشه، واقعا اون اینقدر احمقه؟ و در ادامهش به دوست دختر سردار آزمون گفته که یه مادر جوان اهل کازان، ظاهرا والدینش در کودکی و نوجوانی بهش یاد ندادن که پاهاشو فقط جلوی شوهری که محبوبه و دوستش داره باز کنه. و در ادامه هم گفته که والدینش این دختر رو بد تربیت کردن و سردار آزمون هم مقصره. توی خبری که دیروز داخل این سایت منتشر شده نوشته که نه، رأی دادگاه اعلام شده و گفته که سردار آزمون پدر این دختره. سردار آزمون 30 روز وقت داره که اعتراض بذاره روی این پرونده. وکیل آلیا گفته که قاضی در تصمیمی که گرفته کنار ما محکم وایساده. و همچنین وکیل آلیا درباره رابطه دوستی سردار آزمون با آلیا گفته این رابطه دوستی وقتی که سردار آزمون اومده بوده روسیه شکل گرفته و این ادامه پیدا کرده. وقتی که سردار آزمون از باردار شدن دختر مطلع میشه از همدیگه جدا میشن و امتناع کرده از اینکه بگه من پدر این بچه‌ایم که به دنیا اومده، اما از نظر مالی به آلیا کمک میکرده و ماهانه 12000 روبل واسه حمایت از بچه میفرستاده. این 12000 روبل در ماه بسیار سخاوتمندانه است. او احتمالاً پول خورد را از فروشگاه جمع‌آوری می‌کرده و واسه معشوقش می‌فرستاده. این بیشتر از حداقل دستمزده، چون آلیان گفته بود سردار آزمون هیچ موقع درباره حداقل دستمزدی که میگیره داکیومنت یا سند چیزی به من نشون نداده. و تا الانی که من دارم این ویدیو رو واسهتون میگیرم سردار آزمون به این خبر واکنشی نشون نداده. مرسی که توی این ویدیو هم با من همراه بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. خدافظ. توی ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.